سلام. سلام به یک یکی شما هموطنان و همزبانان عزیزی که نشستین و برنامه امروز ما رو میبینین. امیدوار هستم در هر کجای کره خاکی که هستین شاد و سرحال و موفق و کامیاب باشین. خوشحال هستم که باز هم روز برنامه ما شد و امروز باز با خوشی و سلامتی برنامه های این زندگی رو میبینیم. یک دنیا تشکر میکنم از اینکه اجازه دادین که امروز ما میمون خانه شما باشیم و یک ساعت با خوشی و سلامتی انشالله ما هم بگذرانیم و الحمدلله و با لطف خداوند از یک دیگه هم بیاموزیم. خب ایزان، بسیار زیاد خوشحال هستم رقمی هم که میبینین در روی صفحه تلویزیون. ما یک میمون داریم، ما دو نفر هستیم. یک میمون عزیز دارم که نامشان است دکتر گلالای جان متین و از اینکه من گلالای جان را دعوت کردیم به شو بیاین ایست که گلالای واقعا یک انسان، یک بی بیست، یک بیترین خاصیت های افغانی درش است و برالاوه ازی که ماشاءالله خودش یک دکتر بسیار موفق است و گفتی خودش باید در طبابت دندان آدم دست خوب داشته باشه و ماشاءالله او چیزم گلالای جان شکر داره و بسیار یک افغان خوب، بسیار یک دختر متواضع با تقوا، یک مادر خوب، یک دختر خوب، یک هموطن خوب و یک دوست خوب من و یک میمان عزیز تلویزیون زرین است. از این خاطر بسیار خوشحال هستم که امروز گلالای جان همراه خود دارم و انشالله از علمشان میاموزیم، از گفتهایشان هم انشالله لذت میبریم و امیدوار هستم برای جوانای نازنینی که در اینجا گاهی رایشان گم است، نمیفهمن که در کدام راه ها تحصیل کنن و مشکل هم هست، از گفته های گلالای جان انشالله بیاموزن و یک رای هم بتانه گلالای جان برایشان واز کنه که انشالله ای کار خواهد شد. خب گلالای قند سلام. سلام شما. خوب هستین جان؟ یک دنیا تشکر از این عزیزم که امروز به برنامه آمدین و بسیار خوشحال هستم که آمدین به برنامه. تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر بر ما وقت دادین که آمدم اینجا از نزدیک بیننده محترمه ببینم و همچنان کل افغانا و ایرانی های دوستای ما هم جای دنیا که هستن سلام هایم تقدیم میکنم خدمتشان. انشالله که یک چند لحظه که بایشان هستیم اگر کمکی که از ما بتانم مزدستم برایه برشان چرانه خیر ببینیم. آفرین. خب گلالای جان چطور است که از اینجا شروع کنیم که خودت طب به کجا خواندی و چند سال پیش؟ به افغانستان نمیدار از سنف 7 و 8 بودم، همیش میخواستم که در رشته مدیسن طب و طبابت اینا درس بخوانم و یعنی به طب علاقه داشتم. بله، و به افغانستان فکلته طب بودم، دو سال فکلته طب بخوندم. بعد از اینکه در جریانی که همه برامادن از افغانستان جنگ و اوکد و دیو افغانستان شروع شد دیگه، بله، امریکا کامدیم به استیت مین بودیم. خب با اونجا ما 4 سال اندرگراد یعنی بچلر دیگری می گرفتم در بیولوژی. بعد از اینکه به کالیفرنیا موف کردیم انوزم تصمیم داشتم که در رشته مدرسن طب عمومی یعنی بخونم. بله ادامه بتم. منتها وقتی که اینجا آمدم در رشته مدرسن و همچنان دنسل بردوش کمی معلومات برم پیدا کردم و خواستم که چونمش میخواستم که در رشته طبابت و صحت و اینا به اصطلاح بمورشته باشم و فکر کردم که دنتل پروفیشن یک معلومدار یک پروفیشنال بود که اینا میخواستم که بهش ادامه بتم در سایم اینا را بخاطر که یکی تو باعث شد؟ تو بود که در یونیورسیتی که من رفتم امرای دوستا امرای مدیکل سکول و دنتل سکول جان بله و در اینجا امرای از اینا به تماس شدم اینا و بسیار اینا تشویق کردن مرا گفتن بتنی اگه مثلا چرا نه به دنتل سکول اپلای کنی. دیگه اونمو آخرین اولین تا مکتبی بود که یونیورسیتی بود که بهش اپلای کردم و قبول شدم و فعلا امروز ما فقط هستیم ماشاءالله و ماشاءالله سه آفیس دارین در جای مختلف. تشکر. من باعث نه تنها باعث هموطن یک مسلمان یک افغان بیت افتخار دارم واقعا گلالای نازنین. تشکر. خوب جان خان برازی که خودت یک رول مدل باشی برای دیگر جوانان اینا این سوال ازت میکنم که از کاری که کردی خوش هستی و موفق خودت حس میکنی؟ خودت چطور فکر میکنی؟ والا
یا گاهی بدل می کاش که تبدیگه می کنید. باید یک زن برتون بگویم برای همه جوان ها مخصوصا به دخترها اینا رسی همیش تشویقشون می کنم. ورزی که مثلا به دنتیستی وقتی که مدرسه را مکتب خلاص می کنید یونیورسیتی را بعد از 4 سالی که مثلا دنتل سکول می خوانید می تانید که مثلا خودتان کار شروع کنین. رزیدنسی کار نداره اکثرا یونیورسیتی ها می تانید خودتان کار شروع کنین و در این وقت نال مثلا بایسی یک زن اگر مثلا شما تشکیل خانواده میتین اولاد به دنیا میارین قسم است که مثلا آنکال بودن مثلا در شفاخانه رفتن این چیزا و اگر بتانین که خودتا مثلا بزنس خود واس کنین دیگه بس زیادتر وقت دارین که میتانین که با فامیل هم رای اولادایتان به اصطلاح بگذارنین و که ماشاءالله خودت یک مادر خوب هستی. تشکر می روانستیم. چند اولاد داری؟ ماده اولاد دارم بله. یک دختر؟ یک دختر یک بچه. خدا ببخشانه. تشکر می که اونو هم موفق باشن اتنان مادر لقم خود دارم نام چون موفق باشن. تشکر می روانستیم. خب گلاله قم بیا از این پرسان کنیم که یک انسان چند دندان داره؟ آیا بعضا می تونن کمتر و یا زیادتر؟ دندان صورت عموم همه ما شما باید 32 دانه دندان داشته باشیم و گاهی میشه که مثلا کمی به طور نرمال به دور نرمال گاهی میشه که دندان کمتر داشته باشیم یا یک مثلا اکسترا داشته باشیم به نام سوپر نومرریات میکنن اما یک چیز طبیعی مربوط به جنریکس و مربوط به جنز هم است طبیعی و ارثی میباشه دیگه مثلا اطفال تا وقتی که تا سن 6-7 سالگی می باشه اینا مثلا 20 تا دندان دارن اطفال که آیستا آیستا 20 تا دندان بالاخره بشته و دندانه طفلی میگن بله بله ما شما دندانه شیری یا دندانه طفلی میگیم که بالاخره باز از دیگه دندانه طبیعی همین دائمی به دنیا به وجود می آید و دیگه همیش ممرای مریضه خنده میکنم شوخی میکنم ممرای اطفال این وقتی که دندانای توسلی تان از دست دادین وقتی دندانای دایمی تان آمد دیگه در دست دیگه کدام دیگه باید دوزی کدام دندان دیگه نمیاید یه بهتر است که امورو خوب خب ازش حفاظت کنیم شتانه بگیره فکر نکنیم که مثلا دندانای شیری تان افتاد یک سیت دیگه دندان آمد باز باز کاش کمی احساس رکال ما داریم دم خوردی هم میره میداشتیم واقعا میفهمیم ولی میفهمیم که فرزن یک دندان چه مهم است بله بله او وقت دادم جوانیست و تینیجریست و اینا او خدر بهش چیز نمیشه یعنی اگر چی کمی هم خودت گفتی گلاله خان چطور ما میتونیم دندانای سالم داشته باشیم از نگاه یعنی یک دکتر دندان خودت چی میگیم چیست که دندان میفهمین که چقدر مهم است نه تنها از قیمت است نه تنها از بخاطر جویدن غذا و خوردن اینا بخاطر امون لکم و قواره یک انسان بسید تاثیر بسیار زیاد داره و معلوم دار به مو زر نگاه اینک چیز شما مهم است هل لبخند که آدم میکنه دندانه آدم دندانه آدم بله دیگه نال به او خاطر مثلا بسیار مهم است که آدم از دندانه خود مراقبت کنه و فقط ابزلسه دندان نظافت دندان که ما میگیم اورال هایجین فقط روز 2 دفعه قلن باید که برس کنن روز 2 دفعه قلن بتانن تماس دندان خود فلاس کنن و ضمناً هر 6 ماه بعد اگه بتانن پیش دکتر دندان برن دندان خود پروفیشنال کلینینگ بگیرن دندانشان دیگه باید که تا آخر عمر تا وقتی که آدم بیماری باشه بله بسیار مهم است نظافت دندان یک چیزی گلاره جان یادم اومد که یک چیزی نو که آمده برای سفید کردن دندان آیا او هلپی هسته یا نی؟ منظورتان از بلیچینگ است؟ بله به خاطر که FDA پروف کردن و یک کم سنسیتیو میسازه دندان رو کمی که مثلا در برابر شما رازال داد بله در برابر مثلا چیز که یخ میخورین یا مثلا کانت فکینگ نفس رو میکشین اما او تمپوراری بسیار زود باز از بین میره بعد ظرف مثلا 2-3 روز بعدش دیگه باز پرابلم نمی داشته باشه و اگر بسیار مثلا سنسیتیو میباشه میتونن که فلوراید تریتمنت بگیرن که مثلا جل فلوراید یا کریم فلوراید بزنن که سنسیتیویتی باز از بین بره یعنی از نگاه خودت یک چیز یکان تو میگن که مچم سرطان میاره و نه خیلی نه گفتی خودت از یعنی پروف شده بله بله چیزی بله چیزی هست که یعنی نقص نمی کنه برخلاف نوز به نظر ما دندان ها رو خوبتر هم می سازه و امو شکلش و امو قسمی که معلوم میشه و
پاکتر و صفیتر. بله، یعنی کدام نقص نداره. اما از اینکه اتفاق کردم فوق العاده گفتی خودت بسیار برخطا شدم بلکل باز از او خاطر دیگه بخاطر که بسیار احساس شده فوق العاده. بله. و ای آیا برای از اینکه کسایی که مثلا کلسیوم کم دارن و استخوانای ضعیف دارن یا آرترایتس اینا که دارن اینا با او تاثیر داره یا نداره؟ نخیلی، بخاطر که او بطوره است که وقتی که خودتان اگه مثلا دندانای سنسیتیو داشته باشین، مثلا کسی یک تکلیف بیرا داره که بیرایشان مثلا از دندان پایین رفته و ریشه دندان که روت سرفیس میگن که وقتی که او اکسپوز شده باشه دیگه او قسمت باعث میشه که زیادتر سنسیتیو بسازه. اما در غیر از او اگه دندانای سالم داشته باشین و اگر مثلا همیش پیش دکتر دندان برین، کویتی نداشته باشین، کدام پرابلم در دندان های تن نباشه، یعنی یک چیز هست که یعنی خود ریکومند میگه که یک سوال دیگه هست میکرم من افهم که سوال شاید بر خودت خب بکلیم همیشون هست. مثلا وقتی که آدم میبینه امی فیلم هایی که از افغانستان نشان میتنی مشتوکه که شیشتم قندوله که در زیر خیمه درس میخوانن کتاب که دارن اینا، یا حتی مسپندی که در کوچه میگرده یک لبخند که میزنه دندانکاش همتر مقبول است، منظم همتر خوش آدم میاد، در حالی که در امریکا یعنی ما دیدیم که چقدر یعنی مادر در وقت کامل است چقدر خوش خودم میگیره، باز اولاد از خوردی کریم دندان دارن و برس دندان دارن و مکتب چقدرشان کمک میکنه که یاد بگیره، اما بعد از اون اگه که دندانه ای از اون قندولک ها منظم و خوبه چون همتر اما ما می سروی خودم کردیم او چراست در اینجا نیستی؟ خود رو داد بلشه چیم؟ ایش خودم همون تیک چیزی 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 که حتما ما شما جینز بسیار خوب داریم، یعنی جنریکلی کلش سیس اصلا از ما شما حتما معلوم میشه که پدرها و پدر کلانای ما شما حتما دندانای بسیار خوب داشتن، اما صورت عموم اما صورت عموم مسئله اینه که دندانایی که نامنظم نمی باشه به خاطر میست که مثلا ارسی می باشه. اما در پلویزی اگر مثلا دندانای طفلی یا دندانای دائمی مثلا وقتی که کویتی می داشته باشه کم خوردگی یا اوی دندان مفته یا باعث میشه که مثلا دندان از بین بره، این حالا چی میشه که دندانای پلوی جای شور میخوره و مرور زمان اون وقتی که شور میخوره و دندانای بالا به مرور زمان پایین میه و بایتشان و دندان هم جایش تغییر میکنه، از او خاطر رو آلت بینظمی رو میگیره، از او خاطر رو تو معلوم میشه، اما صورت عموم ارسی میباشه. مثلا بازم این برست میتن و میکشن دندان ها رو از بالا و ارتودانک تریتمنت. بله، که باید باز برستس بگیرن یا انویزالاین. بله. خب خودت مثلا برای یک مادری که حامله است، بله، آیا از نگاه دندان طفلش مثلا به نظر خودت میتونه که مادر کاری کنه که طفلش وقتی به دنیا میایه تکلیفای دندان اینا کم تر داشته باشه؟ خب اصلا وقتی که فکر میکنین مثلا مادر که حامله میباشه هر چیزی که مادر میخوره و ملمدار سر تمام صحت طفل و دندانش تاثیر میکنه، تمام وجودش. بله بله، باید که از اون خاطر مادر حامله باید بتونه ویتامین های مثلا ویتامین ای، ویتامین سی، ویتامین دی، چیزایی که مثلا کلسیم، چیزایی باید بگیره که مثلا برای نمای طفلش بره و تاثیر میکنه. و همچنان انال باعث یک و مادر زن خانم عاملان باید که همیش مراقب دندانای خود باشه. بله، و باید که زیادتر به خاطری که وقتی که عامله دار میباشن در دوران عاملگی وجودشان هورمونال چینج می داشته باشه، زیر تاثیر بسیار تغییرات در وجودشان پیدا میشه و دانشان بسیار سنسیتیو میشه بیرایشان، از اون خاطر باید توجه زیادتر داشته باشن مادر. بله، به خاطری که گفتم منم هر چیزی که میخورن قسمی که خود تیکر میکنن سر بی بیشن بسید تاثیر میکنن سر متفلشن، یعنی یک اقتباب امی غذاهایی که مفید است، ویتامین ها و اینا را باید در غذای خود داشته باشن و گذاشته از یک آرام بو آرامش بسیار تاثیر داره. مثلا برای زی که هرچی نباشه مثلا استرسی که مادر میداشته باشه یا از هر نگاه سر طفل تاثیر میکنه و از نگاه مادر طفل معامله باید از هر نگاه متوجه خود متوجه طفل خود باید باشه. و این وقت گلاله قندل من میسوزه برای
او خانم های بیچاره که در این ملکایی که جنگ است و اینا عمله دار هستن، یکی از اونها من خودم بودم. سلیمانک وقتی که ما عمله دار بودیم 30 سال پیش چی بوده که، و همون وقتی بود که تیارای روس می آمد و شو تا صبح به غف از این کلی مرمی خود، و من های فهمیدیم در اول که چی هست که باز مو فهمیدیم که چی گپ هست پشت سر، و واقعا چقدر سر روی مادر تاثیر میکنه و او سر دیگه. امیدوار هستیم جنگ در جهان نباشه تا که اولاد و مقلا در رحم مادر آرام باشه. انشالله اتمن خداوند میربانست. خب از این گپا که بگذاریم گلاله نازنین، چرا که طب قیمت هست؟ چرا که دندان قیمت هست؟ یک نفر میفهمی میگفت که چیسته که وقتی که قصه میکرد اینا، میگفت که یک از افغانای ما مزاق میکرد، میگفت که موتر بنز در درون دانه هست و راستی اگه تو فوق العاده ایقه قیمت تمام میشه، چرا یعنی؟ اترست که دکترهای دندان بایزی که پیسه داشتن چاش میکن یا چطور هست؟ نمیفهم، اما بخاطر که میفهمید اما دکترهای دیگه هم خوزیت دکتر قلب از هم از دکتر چاش میکن. بله فکر نمیکنم که توی اگه باشه مطن رو مزاق کنم. بله اما اترست که فکر میکنم مثلا یک دنتال آفیس نه مشما مثلا میگن اوورهد مصرفی که بزنس مثلا به اصطلاح روزمره داره و دیگه در پولیشنال دندان قسم است که جمیلا جان هر چیزی که مثلا به دندان جور میشه کلش مواد کار داره، نه پروداکت است، مواد است که اینالی مواد ما خود ما نمیتونیم از کمپینیا مثلا از چینا اینا، اگه فکر کنیم که مثلا در چینا اینا مثلا در چینی جایا مواد ارزان است و عین مواد به امریکا میایه یا از دیگه مملکت ها، باید یک دکترای دندان یار بزنس دیگه نمیتونه مستقیم او رو بگیره. نه اینا بسیار کمپانی دیگه امریکا به بسیار چیزای اجازه هم نمیده تا پروف نشه، حتی به تمام سامان ها باید تور از طرف خود بردشون پروف شبه که باز اجازه و اینا لگه کمپانی های هستن که مواد که مثلا تایم میکنن دیگه در پولیز ملمدار اینا تکس خودم به او اضافه میکنن و در این وقت مثلا در دنتستری اکوپمنت بسیار زیاد استفاده میشه، مثلا بخاطر که کلش باید مواد است و اکوپمنت است، سامان و انسترومنت ها و چیز است که استفاده شد. دیگه از او خاطر او همچنان مثلا کراونی که جور میشه یا دنچر دندان های ساختگی و چیزا کلش بلد میرم. خوش که بخیر گلاله جان خود یک شو بگیری که امینا رو امی گپایی رو که میزنی، چون من مام نمیفهم که چی هست، امینا رو دانه دانه به مردم تشکیل کنی که بگن. مثلا میگی گفته میدی اما ما نمایی سر مثلا کراون منظور پشت دندان. آه نه خوب تندازی حتما حالا اگه سر از او بریم خوب است دگه چیزا میمونه مقه سوال از دارم. ولی منظور نیست که مصرفی که بخاطر دندان قیمت است، بخاطر که خود امی مواد استفاده که میشه و اینا بسا قیمت است. و من یک چیز دیگه شنیده بودم، یکی از دوستای ما میخواست که آفیس دکتر بر دندان دکتر بوده که میخواست دکتر دندان درست کنه و او هم بسیار سیتی سرش بسیار قیمت چارش میکرد. برای زی که او که میره به خلام همو نی فلاش او که میشوره نم روی دندان او باید مخصوص باشه، نی او میره بله او که دستل وارا باید باشه، او ریگولر تاپ واتر، او که مثلا از شیزان او نیست او نخیمی بله او اس باید دستل باشه که مثلا او که با بخار تبدیل میشه بعد از او بخار بله امی او که دندان میشوین بله. امی او نمی باشه نخیمی من این نیم فهمیدم. او شما یک تانگ چیزی دارین که بخار یا میخرین اول؟ اترست که مثلا مربوط حافظه بسیاری حافظه هم قسمی که جور میکنن که با یک سیستم بسته باشه که خودم او مستقیم مجمعه بخار میشه باز بخارش اتنخینی والجیدی بوتلا میباشه و یا یک یونیتی که دندان چوکی دندان میباشه بازیش یک بوتل میداشته باشه که او بوتل از امو دستل وارر یا او تقطیر شده مثلا یا خوردن کادم در بوتلا میگی نیست آب تقطیر شده میدونم بله یا دستلد وار بله دیگه از او خاطر بله وام قیمت است دیگه بله بله دیگه و باز گذاشتن زی بخیر مواد که بعد از که دندان شستشو میشه و اینا مواد که میره در سور بیسه بله بخیر او هم باید مخصوص اما سور رو هم که میسازن باید که مثلا نفهم در مواد چون جمع میشه بله چیست موادایی نیست که مکس شده که دیگه سور مثل که
بسیار چیزایی که دکترای دگام دارن، نه مثلا وقتی که در خون پیچکاری اینا میکنن، بله. باید پیچکاری دیسپوزالش در جای مخصوص بله. باشه. مواد نمیتونین در ترش عادی پسینش. این مواد که تولید میشه راست میگن یا مثلا ویست پرادکت میگن. باید که بسیار به قسم منظم باید که اندرشه. بله. پیچکاری هایی که استفاده میشه و مثلا دیگه سم چیزایی که استفاده میشه، مثلا گازی که استفاده میشه که مثلا امرای خون مملو میشه، اینا باید کل از اینا قسم مخصوص باید اندل شوه که نمیتونید کل از این رو تشویدی کردید. دیگه به اون خاطر بسیار کاستای زیاد، بسیار مصرف هاییست که مصرف داده. بله بله. و یه چیزی دیگه که آفرین دکتر دندان که میگن دفعه میگم گلاری جان که استاد است بیچاره تمام یک ساعت دو ساعت در سر یک مریض و او هم دانشواست، نه کمرش شخ میشه بالکل اگر چه چوکی و چیز اندازی عجست میشه. خب بازم همی خود آدم فرزن یک آشپزی یک چیز میکنی وقتی که اگذر از زیاد مثلا آشک بختن چقدر سخت از خاطر ازی که پیشتر ما درد میگیری دانه دانه بسته کنی بازو دقیقا کار دقیق با درون دان یک کسی که یک ذره کاردی سونی سون شد و در این وقت امرای صحت این مردم به تماس هستین یعنی و همچنان یعنی امرایش کار میکنین و همه چیزا راستی یک چیز هست که باید که سخت به این مشکل به این نیست که سخت است، منتها باید که عادت کنین، باید که آماده باشین، قبول کنین چیزایی که داره. مثلا یعنی باید کل از نارا باید بفهمید که باید یک وظیفه وقتی که شما بعد بله این قسم وقتی که آماده باشین باز مثلا ما خودم خانه میرم اکثرا مثلا پولیش قسمت باید حرکات دیگه کنین که مثلا گفته شما که مثلا طول روز سرتون خم میباش وقتی خانه میرم باید استرچ کنین مثلا زیادتر وجودتان آزار نبینه. یه چیزایی است که باید که باید قسم مثلا به روز مره آدم متوجه بشه آدم که پس او را درست کنه. راست میگن بسیار بسیار عالی. بمی دندانایی که یعنی ناسالم است، کسایی که مثلا به دندان خدا خدر پشتش نمیگردن که متاسفانه اکثر تینیش رای ما هستن باز که کلان میشه آدم قطع دندان خدا میفهمن و خصوصا پیسی زیاد که میتر و میگه یک ساعت نیم ساعت در زیر ماشین چیشتن همی خودشم دواها درد میکنه و اینا آدم کار بسیار چی هست نه؟ مریض زیر استرس و زیر قیت است و امی دیگه مرضای دیگه رو با وجود میاره دندان خراب یا چرا است که خود امی دندان فکر کنیم که مثلا امی که دندان خود برس نکنیم یا مثلا فلاس نکنیم و نمو باعث میشه امی یک فیلمی که ساخته میشه در دندان ای فکر کنین که با وقتی که در بین بیره و دندان میایه باعث از این میشه که داخل بیره در بین دندان بیایه و به اصطلاح انفکشن پیدا کنه و اینال ای سه تاثیر یعنی در بالای دندان بیره و دندان بین بیره و دندان و نام پاکت میگن که پیرانال پاکت که جرم و بکتیریا و اینا و فودی که مثلا میخوریم در بین دندان میایه قسمی که بیره را از دندان جور میسازه اینال به مرور زمان هرقدر که وقت زیاد تیر شه و دندان ها پاک نشه هرقدر که تیر شه این پاکت زیادتر شده میره وقتی که بیره با مثلا با استخوان میرسه دیگه باید تزمین شه که استخوان از بین بره و معلوم دار نمی گم دیزیز است که دیگه باید به نام پریرانال دیزیز گفته میشه و چندین به اصطلاح استیج داره که گفته شما که جوانای ما اکثرا که دارن به نام جنجوایت سیاد میشه که هنوز مثلا انفکشن به بون نرسیده و او رو میتونن که مثلا بالا تادی ببرس کنن دندانای خدا و فلاس کنن و پیش دکتر برن قسمی میتونن که جلوگیری کنن و وقتی که بعد از اینکه به پریدانال دیزیز تبدیل میشه و چندین قسمت داره که مایلد و مادر سیویر مثلا آیست آیست درجه زیادتر شده میره تا اینکه بالاخره بالاتر میرسه که مثلا دندان ها سست میشه و از بین میره و دندان ها مفته که دیگه اون مرحله آخرش است که باید دندان ها کشیده شه و دندان های ساخته ای بگیره و دندان ساختگی هم دیگه خب قیمتش هم زیاد تمام میشه و سخت خصوصا پیچ میکنن بله ایمپلانت میگید راست که ورتون راست بگویم یه چیز جای دندان خود آدم نمیگیره دیگه از او خاطر اگه آدم بتونه که مو دندانای خود نگاه کنه و پیشتر شما گفتین که مثلا چرا دندان قیمت است نه یه چیز ورتون بگویم باید که مثلا
قیمت دندان باعث از این نشه که مثلا ما پیش دکتر دندان نریم. به خاطر که هر قدر که شما صبر کنین، ما مش میگم که مثل دندان مثل برف وارسته، یه برفی که کلولا میکنین، هر قدر که شما زودتر سر وقت از این بگیرین، اما قدر ارزانتر تمام میشه و براتون ما کم مشکل به اصطلاح آسانتر میشه. هر قدر که صبر کنین که مثلا یک کلولی برفه که مثلا شما شور میتین، بالاخره چی جور میشه؟ یک کوی برف کوچ میشه. دیگه از خاطر وقتی که مثلا کوچکترین تکلیفی براتون پیدا شد یا کمکی که فهمیدین، خب مثلا بهتر است که هر سال دو دفعه آدم پیش دکتر دندان بره و دندانای خود را باید پاک کنه و گپا. اما در غیر از او اگر کوچکترین تکلیف می داشته باشین، یک سنس اساس دندانایتان مثلا اساس میشه در برابر یک چیزی که او یخ می خورین یا مثلا او داغ می خورین یا جویدن نمی تنین، باید که به نظر رو باید صبر نکنین. با خاطر که قدر صبر کنین کلولی برف کلان شده میره، برف کلان شده میره و بالاخره. آیا گلولتان برای از این که آب یخ یا آب گرم از جزی عطس دادم میتونه که تکلیف وقتی که او یخ من آزار میته چی تکلیف دارم وقتی که او گرم آزار میته، یعنی از دوشه اطور است که او یخ که آزارتان میته شاید یک دلیلشی باشه که مثلا گفتم بیرایتان پایین میه و روت سرفیس که مثلا ریشه دندان سنسیتیف از بسیار اساس از او باعث میشه که مثلا دندانایتان سنسیتیف شد و خاطر که بیرا پایین آمده. و در غیر از او مثلا اگر که شما سنسیتیویتی در برابر یک چیز داغ می داشته باشه، مثلا چای می خورین دندانتان درد میکنه، وقت است که دندان نگه به اصطلاح منور از بین رفته و انفکشنی که دارین، یعنی دندان وضعش خراب است. خب بعد داغ، بله وقتی که داغ، بله وقتی که شما سنسیتیویتی یا حساسیت در برابر دندان چیز گرم می داشته باشید، وقت است که باید 100% دیگه باید پیش رفت دندان کار خراب است. اعصاب به اسلام نور دیگه دمیج شده، از بین رفته دیگه. نه هر قدر که صبر کنین مثلا مو انفکشن التهابی که از زیادتر شونه میره و امکانش داره که امکانش هست که مثلا زیادتر استخوان از بین بره، مشکلات دیگه مشکلات جمعه. بله با این خاطر هر قدر زودتر برین به نظر ما بهتر بهتر، هر چی زودتر بهتر. خب گلورای نازنین بینجای عزیز، میریم به یک چند اعلان تجارتی. اعلان ها رو میبینیم، با ما باشین، دوباره برمیگردیم. بدون خیارشور چی میگه؟ این جور نمیشه، این ساندویچ جور نمیشه، بدون خیارشور نمیشه، اینم بدون خیارشور. این چی بود؟ زرینه، خیارشور زرینه، خیارشور زرینه، ترد و لذیذه، اینه محصول بهترینه. یه ساندویچ به هم بدین بدون خیارشور. کارپت دیکور. کارپت دیکور مرکز تزیین منازل و دفاتر کاری شما در شهر ورجینیا، واشنگتن و مریلند با 14 سال تجربه کاری. کارپت دیکور بزرگترین مرجع برای به دست آوردن هر نوع رول‌های قالین و فرش‌های چوبی با دیزاین و رنگ‌های مرغوب. کارپت دیکور برای هموطنان و دوستان ایرانی تخفیف قابل ملاحظه‌ای را در نظر گرفته. بیایید سر به کارپت دیکور بزنید و قیمت‌ها را مقایسه نمایید. جهت معلومات مزید با آقای داوود باورا با شماره
تلفن 703-723-5551 و یا شماره رایگان 1-877-803-8300 تماس گیرید. آدرس 2691 اشبرن رود، اشبرن ورجینیا و یا با وبسایت carpetdecorinc.com مراجعه نمایید. به دغه اعلان دیدون که تا کارپت دیکور 15% اضافه تخفیف به نظر که نیوله. How old does your neck make you look? Would you like to take years off your appearance and help remove some of the signs of aging on your neck for a look that is firmer, tighter, and more youthful? Well, now you can. Introducing Dr. Perricone's Cold Plasma Sub-D. Sub-D is specifically formulated for the area called the submandibular. Often neglected, the skin in this area has unique needs, and Cold Plasma Sub-D helps tackle the most common signs of aging on the chin, jawline, neck, and décolleté. Women across the country have already discovered the power of Dr. Perricone's Sub-D. All the other products I've tried before, I just didn't have anything that could even touch the results that I've had with Sub-D. I feel like it has made such a big difference. This is just phenomenal. Wow. It's like night and day. Sub-D is getting spectacular reviews. The women who have already tried it have made it one of Dr. Perricone's highest rated products. And the beauty experts agree. I try the Discovery Kit and it works within days. I start noticing a difference. My skin starts looking glowing. This incredible introductory offer is a $180 value and is not available in any store. So do call now or visit subd.com to receive a one-month supply of Sub-D, a mean face treatment, and the Discovery Collection for just $49.95. Visit subd.com or call right now. This has been a paid advertisement for Cold Plasma Sub-D by Perricone MD. To enjoy an authentic basmati rice with lentils and spinach, you don't have to spend hours to prepare it. Introducing Sadaf Frozen Ready Foods. Just heat and serve. Cooked with Sadaf grapeseed oil, basmati rice, zero trans fat, zero cholesterol, and no preservatives. You may still prefer to cook the old-fashioned way, or try a variety of Sadaf Frozen Ready Foods. Just heat and serve. Same quality, same taste. Gives you more time to spend with your loved ones. Six vegetarian meals to choose from. یاسین یوسفی مشاور آگاه و با تجربه در امور خرید و فروش خانه و املاک تجارتی با تحصیلات عالی از یونیورسیتی تورنتو. اگر با خرید خانه رویاییتان پول پیش پرداخت، مصارف تهیه مورگیج، مصارف وکیل، مصارف انسپکشن و پول کوچکشی را ندارید، یاسین یوسفی شما را در تمام مراحل رایگان کمک می نماید. یاسین یوسفی شما را در تهیه هر نم قرضه های بانکی با هر کردیت یاری می رساند. یاسین یوسفی برنده بزرگترین جوایز در زمینه خرید و فروش. خانه ایتان در موقع فروش در تلویزیون 24 ساعته ریال استیت چنل به نمایش گذاشته می شود. برای معلومات بیشتر به وبسایت yasinyusufi.ca مراجعه نمایید. تلفن تماس 416-459-99-93. خوب گلوه جان، کن سر قیمت دندانا گفتیم که بسیار زیاد یعنی قیمت تمام میشه. خب هر کار قیمت زنی ما سر دوستانه برخورد گفتیم و راستی هم میام هست که مردم 30 دندان داریم، اگه اصلا هر کدامش $1,000 خرج کنیم خب برای اول خوب است که نگذاریم خراب شود. رقمی که خودت گفتی بسیار تکلیف ها رو میتم، بسیار مرضا رو با وجود میاره. مثلا گفتی برای شکر جمع. بله بسیار رزولت دندان بسیار مهم است. یعنی که مثلا قسم گفتم چی جای دندانای خود آدم را بگیرم و دیگه که بسیار تاثیر مستقیم سر وجود انسان داره، مثلا تکلیف های بیره و مریضی که بیره می داشته باشن تاثیر سر قلب داره و
مثلا عین جرم باکتریا و میکروبی که دادن آدم میباشه و بعد از طریق جریان خون امکان داره که به قلب آدم بره. بازم خاطر اکثرا مریضایی که تکلیف قلبی نداشته باشن اینا اونا وقتی که پیش دکتر دندان میرن باید که حتی آنتی بیوتیک بیشتر بگیرن که مثلا لازمو جریان خون باکتریا و انفکشن بعد از طریق دانشان به قلبشان اینجا نره. و حتی کسایی که مثلا هپ ریپلیسمنت داشته باشن یا مثلا زانویشان زانوی مصنوعی می داشته باشن اینا باید بسیار احتیاط کنن. و همزمان خاطر پیش دکتر که میرن مثلا اگه در ظرف 6 ماه شده که سرجری داشتن و زانویشان تغییر عوض شده و مثلا هپشان یا سرینشان باید که اینا انتیبیوتیک بگیرن. و الان وقتی که اینا بعد کسی که در زانی خود یک پیچکاری عادی میگیرن خو خیلی نه نه هر چیزی که فارن باشه مثلا یک متال باشه مثلا کلمو زانیشن ریپلیس شده باشه و از اون خاطر سمایم است. و می فکر کنیم که می گم دیزیز باعث میشه که مثلا اینا مرض شکر که مریض می داشته باشه اینا بسیار تاثیر مستقیم مرض شکر به حالت بیره انسان ها داره و هم قسم بیرا سر مرض شکر کسایی که مثلا گم دیزیز می داشته باشن مثلا متوجه شدن میگن کسی که مرض شکر داره زخمش باسانی جور نمیشه. این حال فکر کنه که مثلا بیره مریضی که ددان می داشته باشن و انفکشنی که می باشه این حال ای فکر کنن که چقدر وقت میگیره که جور شه و از این خاطر باید تمیش کوشش کنن که مثلا با اورال هایجین خود یا می که با نظافت دندان خود بسیار بهش بسیار به لانگ تایم باشن که برسن برس کنن فلاس کنن. و بسیار مهم است به خاطر که دان بازم یک چیز بسیار مهم است. از این خاطر باید تمیش آدم مراقبت بکنه و در این وقت موتواش استفاده کنه میکنز میکنن بعد از این اکثرا ما مریضا رو میگن مثلا بعد از ارغزا دندانایتان رو برس کنین باز فلاس کنین و بعد از این مثلا اگه موتواش استفاده میکنین بسیار یک چیزیست که باید که امی اروز به قسم متداوم شوه و مخصوصا پیش از این که وقتی که پیش از این که خوب کنین گاهی ما مریضا رو میگن مثلا دندانایت برس که فلاس که و موتواش استفاده که و بعد گو تو بید برو خوب که بعد برپرسان میکنن که حتما باید بریم خو کنیم. میگفتم نه بازی مربوط خود تارش که میخواین تیوی سیل کنین یا یک چیز دیگه باز بخورین یا یک چیز دیگه بخورین. بله بسیار سوال میکنن میگه خب مثلا وقتی که پرس کردیم باز میشه که دیگه چیز بخوریم؟ من خب خوش دارم سنک کنم بازی پیش از خو به اون مربوط خودتان است که اگه چیزی میخوریم دیگه خوردی رول شکستان دی پس از سر باید بکنیم باید که قبل رنزش کنین مثلا هم به یعنی بسیار مهم است که پیش از اینکه خواب کنین حتما گاهی ما مریضا رو میگیم که کوشش کنین خیلی برس دندانتان امرای فلاستان پلو در پلو بارید وقتی که شما میرین داشتن دندانتان اگه برس میکنین فلاس که پلوش باشه دیگه یادتان نمیره. بله دیگه از این خاطر بسیار مهم است. و در این وقت باعث پدرها و مادرها اگه بتانن اولادای خوده از سنای بسیار خرد تشویق کنن که فلاس کنن و برس کنن بسیار مهم است با خاطر که اولادا میبینه مادر و پدره که اگه اونا تیکیر کنن و دندانه خدا و ازش مراقبت کنن و به اصطلاح پشتش بگردن اولادا متوجه میشن که یعنی باید که دندانه خود برسن و مراقبتش کنن. اما که میگن که اولادا شعار را نمیبینن میبینن تو چی میکنی. بله چیزی که آدم میکنه اونا هم تقلید میکنن. بله اگر چی بگی تو نکو تو بکو. بله چیز از این که اونا دلازرده شون. بله چیز چی دیگن. خب گلاهی خند میخواستم ازت یک سوال دیگه که بوده که میخواستم بکنم که مثلا امی که گفتیم سو قیمت هستن کاستش فرزن یک کس میدن دانش فرزن 1000 2000 3000 یا بالا یا پایین میشه. آیا میتونین که مثلا یا خودت در دفتر خود که اینا رو باشون قسط بتی یا مورو بتونن به مرحله‌های مختلف به وقتهای مختلف بتن؟ بله هر چیز امکان داره. مثلا بازم مربوط آفیس تا آفیس است مربوط کجا میرین. اما صورتمون بسیاری جای هستن صورتمون مثلا پیمنت پلان دارن پیمنت میکنن مثلا قسط میکنن چند به چندین مثلا ماه تقسیم میکنن. یکی یک کمپانی بسیار کمپانی هست که مثل که مثلا شما موتر میخرین نه از بانک موتر میخرین فایننس میکنین به اصطلاح مثلا این کمپانی ها پیسه کل تریتمنت تانه میده بر شما و شما معانه حتی بر اونا پیمنت میتین مثل که مثل که یک موتر میخرین.
و حتی بسیاری از این کمپانی ها انترست هم ندارن. مثلا بر ظرف یک سال، اگر تا یک سال شما با مدت یک سال 12 ماه یا 18 ماه اگر شما پیاف کنین کل پیسی شبیدین شما انترست نمیدین، اما میتونین که مانه امور مثلا پیمنت برشان بتین، یا بسیاری وقتا اینا میتونن که مثلا تمدیدش کنن بتن مثلا تا بر 5 سال هم میتونین. که از خاطر باز قسمی که پیشتر گفتم، باید به خاطر پولی که شما میتین، به خاطر مصرفی که چون مصرف دندان زیاد است، باید تو باید از این نشه که شما نتونین پیش دکتر دندان برین و از دندان هایتان تیکیر کنین. اگر یه چیز است که امکانش است پیش از این که مثلا پرابلم زیادتر شوه و مصرف هم زیاد شوه، خب بس برنده آفیس و بازم پیشتر گفتم بیتنین شموز که مثلا متوجه دندان های خود آدم باشه و همی هر 6 ماه که بتانه سال 2 دفعه اگر آدم بتانه پیش دکتر دندان بره، به نظر ما از هر چیز بیتر. در صورت اول امو که میگن که وقایه پیشتر از ایست که آدم مالجا کنه، اگه پیش از او بره شاید خب پیسیش هم زیاد نشه، یعنی از خود مامت شده وقتی که آدم میره امو 6 ماه بعد گفتی خودت که میری و کاستش کمتر است، باز اگه خراب میشه دیگه باز اوست که بالا میره. و دیگه ایکس که مثلا بسیار یک چیز دیگه هم هست که مثلا به بیننده محترم میگم، کوشش کنین که مثلا بشر دکتر که میرین اگه امرای امون دکتر باشین با یک مدت طولانی بهتر است، بخاطر که وقتی که رفتین یک دفعه مثلا مصرف دندان هم میشه و قدره که شوه، این هر 6 ماه بعده که دوباره پس میرین پیش امون دکتر زیر نظر از اون میباشین، مثلا اکسری گرفته میشه هر 6 ماه بعد و هر پرابلمی که هست میتونن که ببینن و دیگه اگر می کارو بتونن بکنن در غیر از این که مثلا موف میکنن یک جای دیگه میرن یا مثلا یک چیز باعث میشه که نمیتونن، اما بازم صورت عموم اگر مثلا قسمی که گفتم یک دفعه مثلا همه دانه تکر کنین دندانه و مصرف شوه، بعد از اون فقط هر 6 ماه بعدی که مثلا شما برین دندانه تانه برس کنین و مثلا در خانه تکر کنین و فقط برای پروفشنل کلینینگ برین سال 2 دفعه دیگه، ضرور نیست که مثلا شما دوباره قدر پیسی زیادتر بدین و مصرفتان زیادتر شوه. بسیار تشکر کنیم پاکلاده. آلی میخوشم یک سوال دیگه ازت بگویم گلاره نازنین، که بعضی مادر پدرها فامیلا به اینجا در نظر خواستم میخواستم که باشه که نام خدا خودت هم خانم موفق هستی، هم ماشالله با کارت و هم جوان هستی اینا و گپایت هم انشالله سر جوان ها خصوصا سر پدرها و مادرهای عزیزی که نمیمونن دخترهای خدا که برن در فاکولتا در دوم برن زندگی، اونایی که حتی در اینجا هستن افغانستان خوبان و همین دهی بار خودت چی میگی مثلا؟ ترست که ما شما در یک مملکت استیم که فضل خدا بر شما برای همین ما شرایط فوق العاده مساعد است، برای زن و مرد، برای دختر و پسر، برای برسن سالی که استیم دیگه، چرا نیک استفاده نکنیم از این شرایط؟ بخاطر که مثلا در افغانستان شما خوبتر میفهمین که در افغانستان فکولتا که وقتی 2 سال سنف 12 را خلاص میکدن امتحان کنکور بود یادتان است که مثلا یک امتحان کنکور میدادن بعد داخل یونیورسیتی و داخل امتحان کنکور میشدن کامیاب نمیشد. بله بعد از این دیگه مثلا یک دفعه دفعه دوم سیم فکر میکنم دو چانس داشتن یادم نمیاد. بله و بعد از وقتی که چانسشان از دست داده بودن دیگه سنشان کم به بلندتر شده بود دیگه نمیتونستن که، اما در این مملکت که به هر سن و سال به هر وقت آدم میفهمید که در مکتب که یونیورسیتی که من رفتم در مدیکل سکول یک مادر و دختر هر دوشان سنفی بودن. فکر کنین که مادر و دختر هر دوشان در یک چوکیشته بودن و هر دوشان درس میخوندن که دکتر شوند. مثلا اگر ما و شما باشه به در قسمت ما شما میبینیم که وقت ما تیر شده، اما از این خاطر شرایط در امریکا از نظر نگاه مساعد است دیگه. به نظر ما مادرها و پدرها هر دوشان باید که اینا با هم دیگه تفاهم داشته باشن وقتی که در قسمت تربیه اولاد میایه و مکتب رفتن ایناشون تحصیل و تحصیل خودشان بالای اولادا خصوصا دخترها. بله مرزی که اکثرا ما افغانه عادت ماسته که سر دختر ها بسر سخت گیری میکنیم. خب ما دختر ندارم اما از ما شکر 2 بچه داریم، اما دیدیم که خب بعض فامیلی ها مثلا
دخترشان اگه از 7 یا 8 بجن و اختر میایه سر زقار میشن و که کجا بودی یا چطور. در حال که اون دختر بیچاره زیادتر درس میخونه و شش طرف کارش از طرف مکتب است، طرف از اینکه چطور فامیل خود مثلا از نگاه اقتصاد، از نگاه جامعه، از نگاه روانشناسی اینا و کوشش کنه که مادر خود پدر خود برسونه، کارایشان رو میکنه اما سختگیری هم با سر زمون میکنن. نه امتر و او رو نمی... مثلا اگر یک دختر شاید یک جایی که هست مثلا اما کالج کو میخوای بره در اون نزدیکی خانش نیست، مجبور است به یک استی دیگه بره یا یک جای دیگه بره، اما او دختر بیچاره رو باز نمیمونن که نی بخاطر هم به این شرایط برابر شدی یا نشدی؟ بخاطر که میفهمین که تو که مربوط فامیل میباشه، اگر مادرها و پدرها خود ایژوکیتد بسازن و در این وقت بر اولادای خود مثلا برشان بفهمانن که مثلا اینی شرایط زندگی است، اینی چیزایی است بیرون که مثلا اولادا متوجه شون و در این وقت فکر کنین که مثلا یک طفل که به دنیا میایه سه محیط است که طفل کلان میشه. یکی محیط فامیلی خودش است که مادر و پدر و خواهر و برادر ایناست. یکی محیط فامیل است مثلا اما و خاله و کاکا. یکی محیط بیرون است که مثلا مکتب میره و محیط بیرون کل جهان است. بله جان، اینا به نظر ما وقتی مادر و پدر اگه بتونن که بفهمن که تربیه فامیل خوشی است که عامش خوب است، مثلا وقتی که بیرون میبینن اگه بتونن که طفلشان یا اولادشان که امره کسی که بیرون میره بتونن که اوره بشناسن که از کدام فامیل است با فامیلش با تماس باشن و اصطلاح تراست کنن. yeah. قسمی وقتی که بفهمن که هم نشین دوست و اولادایشان کی است، اطفالشان و در این وقت اولادای خود برشان بفهمنن که مثلا به گفته ما شما چی راست چی است چی چه است کدام راست کدام چه است، قسمی اولادا به نظر ما اما مادر پدر تراست کنه اولادای خود که تصمیمی که میگیرن و به بیرون میرن و قسمی میتونن که امو اولادایشان بتونن که هم در این مملکت کلان میشن و چیز خوب از این مملکت بگیرن و در این وقت بتونن که باعث یک فرد مفید به این جامعه شون و بتونن که مثلا ایژوکیشن خود پیش ببرن. به این حساب به نظر من تربیه فامیل و مادر و پدر بسیار مهم است. فوق العاده. من در یکی از میدوانشناسای مسیر چی بود میشونجا میگفت که حتی مادر و پدر شما برای اولادتان رفیق بخرین. راست یعنی که خوب گفتن، میگه بسیار خوب است. بله. و مثلا فرزن من در یکی از برنامه هم گفتم آدم بسیار امریکایی ها فرزن غذای ما را من افغانی رو خوش دارن اینو آدم یک نان برشان درست کنه، مادر بابیش بخواهی در خانه هم رای اولادش که ببینه آدم که های رفیق دختر آدم یا بچه آدم کی است و یک دو سه دفعه برشان آدم یک قابلی یا عاشق یا با اینجا همین چیزایی به خصوصی و اونا هم بسیار خوش میشن با آدم هم در این قسم میتونه رفیقه واسمو که گفته بتن که مثلا کش کنن که همراهی دوستا با تماسشان مادر پدرشان رو بشناسن و فامیلی رفت آمد کنن. بله که کی هست. بله قسمی خود مادر پدرم خاطر جمع میباشه که اولادش بیرون امرای کی هست امرای چه قسم برای از یک به نام پیر پرشن میگن در امریکا که بسیار تاثیر میکنه، امنشین بسیار زیاد تاثیر میکنه و دیگه با او صورت مادر پدرم خاطرشان جمع میباشه. متاسفانه اول خود من سابقه پروگرام جوانان میسختم گلالا جان، یعنی بسیار جوان ها خودکشی زیاد شد و خودکشی جوان هم خودکشی از چی هست؟ از همیست که بسیار فشار سرشان هست و از زندگی سیر میشن، میبینن اینجا فشار خانه میخواین یک کار کنن مثل یک مرغی که میخواین پرواز کنه و بالایش مکم گرفتن و آخر دیگه به تنگ میایه ایسون مثلا میبینه که مکتب رفیقایش سرش پرشور است. گفتی خودت همی پیر پرشور که بدترین چیز است که امروز متاسفانه اکثر اولادای خود امریکا گرفتار هستن و اوز آنها میره در خانه یک فشار دیگه و اجازه هم نمیتن که برای بیچاره تحصیلات خود پیش ببره. خب اموز دیگه که بعضن هم برای عجب غریب دیگه دست میگذن و گلای قلق یک چیز دیگه که آدم واقعا رنج میتن که من میبینم به افغانستان که سر دخترهای تفلکار نمیمونن مکتب برن، سرشان تیزاب مندازن، دختر خود سالا به یک مرد پیر آرسی میکنن. نه اینا چقدر رنجاور است که یعنی من نمیفهم بلا دیگه خداوند خودش میربان است که رود شوکی چیزا از بین برا و
اولادا دخترا و بچه بتونن که آزاد باشن. باز اگه متوجه باشی که باز همون نفرایی که می تیزاب مندازن و دخترا رو نمونن مکتب برن اینا، باز اگر خانه زنشون اولاد میشه یا دخترشان یا اینا، باز میخواین او رو پیش دکتر زن ببرن. خیلی دکتره که نمانی دختره که برای طب بخونه و زن یک دکتر زن شوه، یا فرزند خودت که یک دکتر دندان زن هستی، خیلی از کجا شوه؟ خب باید همینا برن درس بخونن که یک دکتر زنه. اما خب گفتی خودت که خداوند خودش رحم کنه. و خب بازم اگر چی گفتی، بازم نظره که یعنی به طور خلاصه بر پدر مادر که در اینجا هستن، برای ازی که دخترشان بخواید طب بخونه، که خصوصا طب دندان که خودت بسیار رکومند میکنی، میگی که بسیار خوب است، یعنی چی میگی برای پدر مادری که قسمی که گفتم شرایط این مملکت قدر مساعد است که باید تا آخرین لحظه به نظر ما جوانا مخصوصا دخترا بتونن از استفاده کنن. و همیشه به جوانا میگم که مثلا وقت خود زایی نکنن و هر قدر که پیش از پیش تصمیم بگیرن که چی رشته میخوانن بهتر از به نظر ما، و مادرها و پدرها مگه بتونن کمکشان کنن و به اصطلاح بسینای بسیار پایین خورد امرایشان کمکشان کنن که مثلا کدام رشته انتخاب کنن، چی بخوانن، چیزی که مثلا بهش بسیار ضرورت باشه و مثلا علاقه داشته باشن. بله، بسیار مهم است که خود آدم علاقه داشته باشه با او چیزی که میخوانه، بر رشته که میری، بر ازی که وقتی که شروع میکنی با کار دیگه، نه تنها به اینکه وقتت ضایع میشه که مثلا این رشته ما خوشم نمیایه و چقدر مثلا مصرف میشه، یا مصرف درس به خود امریکا میره که مثلا تویشنه که میتن شاگرد و اینا، و از خاطر روز به روزم قیمت شده میره. و از خاطر به نظر من مادرها و پدرها باید شرایط تا میتونن مساعد بسازن که جوانا و دخترها و بچه ها بتونن که در شرایط امریکا هر دویشن به تفاهم یکی دیگه کمکشان کنن که بتونن که اولادا درس خود بخوانن و به یک جای برسن. و همی سختگیری های بیمورد سختگیری ها برای ازی که اقدر که وقت به خودشان بسیار فایده میکنه، طفلشان ایجوکیدد باشه و یک جای برسه، خودشان آرام می باشن، بتونن که دختر بچهشان مثلا به پای خود استاد شوه، بتونن که زندگی خودش پیش ببره، و اگر دخترشان مادر میشه و بتونن که همی ایجوکیشنی که می داشته باشن چقدر تاثیر میکنه سر از اینا، و که بتونن که زندگی خود پیش ببرن، مشکلات زندگی خود روبرو شون. و به نظر بسیار مهم است که وقتی که مادر پدرها بتونن که می شرایط قسم مساعد بسازن و تشویق کنن دخترای و بچه خود. و مثل که یک پرندهی که بسیار علاقه داره که پرواز کنه، باید ما برش معیار بسازیم، باری میشه که بپرن، نه که بالایش بسته کنیم و محکم بگیریم. بعضی با همی سختگیری های بیمورد همتون میشه، او دختر نازنینشان که میخواه بره به کالج دیگه، گفتی خودت اگه از خوردی او را تربیه درست کردین، ببرش رای، یعنی رای درست پر سنگ و خاک و رایی که در چقوری مفته، برش دوستانه برش بدون از ایک سرش بقبولن و یعنی حکم کنین برش آدم نشان بده و او خود به خود برای راست میرهش. مهم نیست که در کجای کدام استیت دیگه باشه، دیگه مهم است که بره درس بخونه، و وقتی که درس خون سبا باعث افتخار خود مادر و پدر است. و یه گپ دیگه است که مثلا مادر و پدر اینا کوشش کنن همراه اولاد خود رفیق باشن، که بتونن که مثلا اولادا هر چیزی که مثلا دارن بسیار به اصطلاح بتونن که آزادانه همراه مادر و پدر خود بهشان بگوین، هر مشکلی که در بیرون میداشته باشن و اینا را بایشان به تماس شد و به اصطلاح کمکشان کنند. واقعا راست که سختگیری های بیمورد به جز از یه دیگه، من نفهم کدام عزیزم هم تلفون میکنه، و ما چون ما تقریبا با آخر برنامه هستیم، شما میتونین بود از برنامه تلفون کنین 1-15 قیدگام گلایا جان، ما با استودیو هستیم، باز میتونین که زنگ بزنین اگر سوال داشتین و اینا. خب گلایا نازنین، حبیب جانم اونجا اشاره میکنن که وقت برنامه ما دیگه چقدر وقت زود تیر شد. بله یک دنیا تشکر از قدر معلومات زیادت، و خوشحال هستیم از اینکه جوانا دیده باشن و انشالله یک رول مدل خوبه برشان باشی که اونا هم برن به میدر جای بالا درس بخونن و هم باعث افتخار فامیل خود و
دیگه افغان ها و خود افغانستان باشن. خب به طور خلاصه اگه خود زندگی ره خلاصه بگید چی رقم زندگی زندگی به نظر ما فکر میکنم که ما شما عیات میگیم نفس کشیدن. خب زندگی یعنی مثلا وقتی که زنده استی نفس میکشی عیات داری و به نظر ما یک چیز بسیار زود گذر است، یک چیزیست که مثلا دائمی نیست و ما شما یک چند روز داریم به دنیا. اگه بتن آدم یک دمو وقتی که به دنیا می باشه کوشش کنه یک آدم خوب باشه، یک کمکش به مردم برسه، به فامیلش، به دوستاش، به همه مردم، به جامعهش، به وطنش برسه، به نظر ما اینمی کلش یک خوشبختیست. خداوند کمک کنه همه ما شما را بتانیم که به هم دیگه کمک کنیم و به هم دیگه سال صفا داشته باشیم و بازم از خداوند کمک میخواییم که همه ما شما را خداوند به پناه ذات خود داشته باشه انشالله. و موفق داشته باشه. تشکر بسیار زیاد از شما از لطفی که کردین که ما را به این برنامه دعوت کردین و بتانم چند لحظه را شما صحبت کنم و با بیننده ها باشم. عزیزم از شما بسیار زیاد تشکر که وقت گرفتین و پروگرام ما را دیدین. تشکر از همه بیننده های محترم و من تشکر از خودت میکنم گلالای نازنین عزیز که آمدی به برنامه از رای دور. یک دنیا تشکر. امیدوارستم که گفتایی که بود انشالله در گوشا بره، عزیزون نبره، یک قسمتش پنبه شوه و همونجا باره. خوب بیننده های عزیز، ای بود برنامه یه هفته ما. اما تو که گفتم تا 10-15 دقیقه دیگه هم گلایو جینج هستن، اگر سوالی درباره دندان اینا داشتین میتونین پرسان کنین. دیگه بغیر از او تا هفته دیگه همه تان رو با خدای کریم رو این میسپارم. هفته خوشی داشته باشین. خدا حافظ. با من تشکر. خدا حافظ.